شامتان بخیر. مهمترین های ورزش امروز را با ما دنبال کنید. تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان در سومین دیدار خود از رقابت‌های پنجانبه تایلند ویتنام را شکست داد. قرار است ساحلی بازان کشور فردا چهارمین دیدارشان را برابر مالزی برگزار کنند. بیشتر در گزارش می‌بینید. تیم ملی فوتبال ساحلی کشور در سومین دیدار خود از رقابت‌های پنجانبه ویتنام را در هم کوبید. ساحلی بازان کشور امروز به مسافه ویتنام به میدان رفتند که این دیدار در پایان با پیروزی پرگل 7-3 ساحلی بازان کشور به پایان رسید. ملی پوشان فوتبال ساحلی کشور دو دیدار قبلیشان را برابر تیم‌های تایلند و چین واگذار کرده بودند. گفتنی است که افغانستان فردا در چهارمین دیدارش از این رقابت‌ها به مسافه مالزیا و میدان می‌رود. رقابت‌های هندبال در بخش آقایان و بانوان در بامیان به پایان رسید. جزئیات بیشتر در گزارش. تیم هندبال بانوان شمامه بامیان قهرمانی رقابت‌های هندبال این ولایت را به دست آورد. در بخش آقایان هم هندبالیستان امید بر سکوی قهرمانی ایستادند. رقابت‌های هندبال بامیان با اشتراک باشگاه‌های هندبال آقایان و نیز 3 تیم از بانوان این ولایت برای 3 روز به هدف رشد این رشته در بامیان برگزار شده بود. اما در بیرون از افغانستان، مرحله گروهی رقابت‌های پایانی تور تنیس لندن با یک دیدار حساس پیگیری شد. مرحله گروهی رقابت‌های پایانی تور تنیس لندن با پیروزی الکساندر زوروف به پایان رسید. تنیسور آلمانی با شکست 2-0 دنیل مدوف روسی صعودش به مرحله نیمه نهایی را قطعی کرد. مرد شماره 7 تنیس جهان در ست نخست 6-4 پیروز شد و ست دوم را با حساب 7-6 به سود خود پایان داد. این در حالی است که در دیدار نهایی سال گذشته الکساندر زوروف با غلبه بر نواک جوکوویچ صربستانی قهرمان این رقابت‌ها شده بود. او د ایمرجینګ لوبډلو آسیایی جام کې افغانستان ایمرجینګ لوبډلې په خپل دویم لوبه کې د عمان ایمرجینګ لوبډلې ته په 9 وکټ ماتې ورکړه او په دغه جام کې لومړی بریا خپل نوم کړه. افغان کرکټ ملي لوبډلې په ایمرجینګ کپ سیالیو کې عمان ته په 9 وکټ ماتې ورکړه. د لوبې په چا افغان ایمرجینګ لوبډلې وګټل او د توپ چونې پریکړه وکړه. عمان لوبډلې د سلور خورونو په لوبولو سره 35 منډې وکړې. د عمان لپاره جتندر سنگ 2 محمد سانو 12 او نسیم خوشی 19 منډې وکړې. د افغانستان لپاره په توپ چونې کې طارق ستانکزي 3 عبدالواسی 2 همدارنګ نجات مسعود او عظمت الله عمرزي 1 وکټ ترلاسه کړه. د 35 منډو هدف په تعقیب افغان لوبډلې په زړه پورې پیل وکړ. عبدالملک 19 شاهد الله 3 او بهیر شاه 3 منډې وکړې. افغانستان دفتر په سلور دي شمه ورګزان لوسو دومان لپاره قبلیاس یو وکټ تر لاسه کړ. افغان لوبلې په نهو وکټو کې عمان لوبلې ته ماتي ورکړه. په داسې حال کې چې 315 توپونه پاتې شول د لوبي د غوړ لوبغړي جایزه طارق ستانکزي تر لاسه کړه. افغان لوبلې خپل لمړنۍ لوب پاکستان ته بایللې و. درې ملوب په دوشنبه په ورځ له سریلانکا سره تر سره کړي. دلس اوریز لیگ په لومړۍ لوبه کې نارتیان واریوس لوبډلې مراټیا عربینز ته ماتي ورکړه. د نه اتیا منډو هدف نارتیان لوبډلې په وهو اوورونو کې پوره کړ او لوبه یې په 9 وکټو وګټله. د لس اوریز لیگ لومړۍ لوبه د مراټه عربینز او نارتیان واریوس ترمنځ ترسره شوه. نارتیان واریوس تاسو وګټه او توپ چونه انتخاب کړه. د مراټه عربینز لوبډلې په پوره لس اوورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوځېدو نه اتیا منډې هدف وټاکه. شانکا ودیش والټن سلیری شو خپل اختیار لس منډې وکړي. د نارتیان لوبډلې لپاره انډری رسل او وډ 2-2 همدارنګ ایمرت او پرادیپ 1-1 وکټ واخیسته. د نه اتیا منډو هدف لپاره که څه هم نارتیان لوبډلې بیلینګز په یو منډه له لاسه ورکړ خو رسل لوبه په غاړه واخیسته. رسل په توفانی لوبې سره په سلیری شتوپونو 8-5 نه سوځېدلې منډې وکړي او همدارنګ تر څنګ یې منسي په 14 توپونو سلیری نه سوځېدلې منډې وکړي. د مراټه عربینز لپاره یوازې ډیون براو یو وکټ واخیسته. په واورونو کې نارتیان لوبډلې هدف ته ځان ورسو او لوبه یې په 9 وکټو وګټله. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه انډر رسل ترلاسه کړه. د افغانستان او ویسټ انډیز د کرکټ ملي لوبډلې نن شپه دوهمه شل اوریزه لوبه ترسره کوي. دا لوبه به د کابل په وخت د ماښام په 6 بجو د هند د لکړنو ښار په ایکانا لوبغالی کې پیل شي. افغان لوبډلې تر دې وړاندې په لومړۍ شل اوریزه لوبه کې له ویسټ انډیز لوبډلې د 1.5 منډو په توپیر ماته خوړلې وه. ویسټ انډیز افغانستان ته په 3 ورځنیو لوبه کې هم پرله پسې ماتې ورکړې وې. تشکر از اینکه با ما بودید.